بعد از اینکه این اتفاق در آبان ماه افتاد، خانواده ها مراسم چله میخوان بگیرن، چله بچه هاشون، چله عزیزانشون. در واقع هفت دی ماهه که چون روز شنبه هست، توی ایران خیلی این اتفاق میفته که برای اینی که مردم راحت تر بتونن، حتی برای مراسم ترحیم افراد عادی هم میان یه تغییراتی میدن که بیفته پنجشنبه یا جمعه. خانواده پویا بختیاری یک فراخوان دادن، دعوت کردن از مردم که در مراسم چهلم پسر عزیزشون، گل پسرشون که طعمه خاک شد، بیان شرکت کنن. پنجشنبه 5 دی ماه دعوت کردن. خب وقتی که یک خانواده دادخواه چنین فراخوانی رو میده، مسلماً دادخواهان دیگر بی تفاوت نمیمونن. همین شد که از در واقع نسل‌های مختلف دادخواهان دست به دست هم دادن. تعدادشون زیاد نیست به خاطر اینی که یک روزه این بیانیه تهیه شد، اما مسئله پیامه، اصل پیامه، و اون اینه که دادخواهان دهه 60 مثل خانواده قائدی، خانواده محسنی، خانواده بهکیش، همچنین کسانی که در جریان 78 عزیزانشون رو از دست دادن مثل اکرم نقابی، مادر سعید زینالی و همچنین مادر اکبر محمدی، زنده یاد اکبر محمدی، و عزیزانی دادخواهانی از جنبش سال 88 که عزیزانشون رو از دست دادن مثل شهناز اکملی، مثل مادر مصطفی کریم بیگی، خانم شهین مهین‌فر، مادر امیر ارشد تاجمیر، خانم حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی و و و و کسانی که عزیزانشون در فاصله بین این جنبش ها اعدام شدن، مثل مادر رامین حسین پناهی، مادر زانیار مرادی، من و مادرم و چند مادر دیگه، مادر علیرضا مددی، مادر محمد و عبدالله فتحی و مادران دیگه دست به دست هم دیگه دادن و یک فراخوان که اگر اجازه بدید، زیاد طولانی نیست، اینو من براتون بخونم. تیتر این بیانیه هست: تا به کی، تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم. فرزندان ما در ایران برای برخورداری از آزادی و زندگی انسانی به خیابان می آیند و توسط نیروهای حکومتی به قتل می رسند. آخرین مورد اعتراضات مردم ایران در اواخر آبان ماه 1398 بود که در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین شکل گرفت و مردم جان به لب رسیده که خواهان آزادی و پایان دادن به فقر و تبعیض و بی‌عدالتی هستند، اعتراضشان را در شهرهای مختلف ایران در خیابان‌ها نشان دادند. پاسخشان از طرف حکومت تیر شلیک مستقیم گلوله و خفه کردن صدایشان با قطع ارتباط آنها با دنیا از طریق قطع اینترنت بود. متأسفانه در این اعتراضات صدها نفر به قتل رسیدند و چند هزار نفر بازداشت شدند و همکنون زیر شکنجه هستند. حتی به کودکان زیر 18 سال نیز رحم نکرده و بیش از 10 کودک کشته شدند. ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های داغ دیده که در طی 40 سال فرزندانمان جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز 5 دی ماه مصادف با 26 دسامبر با 40مین روز کشته شدن فرزندانمان را روز بین المللی
ادای احترام به قربانیان آبان ما اعلام کرده و با برگزاری مراسم یاد بود یک دقیقه سکوت کنیم یا به هر طریق که می توانیم یاد عزیزانمان را گرامی داشته و این جنایات را محکوم کنیم. ما همچنین خواهان اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید به ایران و تشکیل کمیته حقیقتیاب با حضور و نظارت خانواده‌های آسیب دیده برای بررسی ابعاد فاجعه و اعلام دقیق تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان و روشن شدن وضعیت فرزندانمان و همچنین شناسایی عوامل دستندرکار این جنایت هستیم. به گمان ما این جنایت مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و باید عوامل مستقیم آن را در دادگاه‌های بین المللی و علنی به پاسخگویی بکشانیم تا بتوانیم جلوی تکرار این جنایت‌ها را بگیریم. امضا کنندگان: ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، آمنه قادری، مادر زانیار مرادی، شرافت زرینی، مادر رامین و اشرف حسین پناهی، جلیله جعفری و شعله پاکروان، مادر بزرگ و مادر ریحانه جباری، قدم خیر فرامرزی، مادر شهرام و بهرام احمدی، جیلا احمدی، خواهر شهرام و بهرام احمدی، زهرا پوررحیم، مادر علیرضا مددی، مهوش الاسفندی، مادر محمد و عبدالله فتحی، شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، شهین مهینفر، مادر امیرارشد تاجمیر، هوریه گلستانی، مادر بهنود رمضانی، اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، گلجهان اشرف‌پور، مادر اکبر محمدی، مرسده محسنی، از مادران و خانواده‌های خاوران، خواهر مشتبه محسنی، مادر قائدی و مرسده قائدی، مادر و خواهر صادق و جواد که به همراه همسرش منیر و سادات هاشمی در سال 61 و 62 اعدام شدند. منصوره بهکیش، از مادران و خانواده های خاوران، خواهر زهرا، محمود، محمد رضا، محسن و محمد علی بهکیش، همچنین سیامک اسدیان، همسر زهرا، کشته شده در مهر ماه 1360، و سیمین ایوزاده، مادر زندگیات رشید علی شناس و امید علی شناس، زندانی سیاسی سابق، همراه دادخواهان، 22 آذر 1398. همونطور که براتون خوندم، دعوت کردیم از تمام کسانی که صدای ما به گوششون میرسه از هر طریقی که میتونن و در اختیار دارن همراهی کنن با خانواده هایی که عزیزانشون در واقع پنجم دی ماه چهلمشونه.